برای همه اونهایی که چشم داشت به میهنمون دارن ایستادیم و مبارکتون باشه نوروز، مبارکتون باشه این دستاوردها و مبارک مردم میهنم باشه این مقاومت برای عبور از تمام خط‌کشی هایی که ما رو به طرف صلح و امنیت و استقلال و آزادی و دموکراسی میبره. عید همه مبارک. برنامه ما همینک مستقیم از هم صدا وب تی وی در سوئد برای شاه تیموری عزیزم و در فرانسه به همت و یاری سیاوش اوستا، دکتر حسن عباسی، محقق، نویسنده، تلاشگر، کوشا، دگراندیش و دیگر باشی که همراه با خانوادهش. اگر دستاورد این ها نگاه کنیم ببینیم از 10 تا سازمان سیاسی که 5 تا و 6 تا و 15 تا و 40 تا و 70 تا دارن دیگه جمع شدن مؤثرتر بوده. واقعا این دستاوردهای کوچیکی نیست، اینها بخشی از تاریخ مبارزات مردم میهن ما، بخشی هنری که سیاوش اوستا در ارتباط باهاش این گنجینه رو داره حفظ میکنه. گفتگو با بی بدیل ترین و تکرار ناپذیر ترین هنرمندان تاریخ هنر ما، از موسیقی، شعر، ترانه، آهنگ، تئاتر، سینما، کتاب، نویسنده، خلاصه همه اونهایی که امروز حرفی برای گفتن دارن، گفتگوهایی که در آرشیو شهر فرنگ persiancnn.com و از همه قاعده توجه تر و حائز اهمیت تر نگاه‌هایی به ایران باستان و نگاه‌های ایرانی است که سیاوش اوستا غرق در ایران و احساساتش رو اونگونه بیان میکنه که من شما حق بریم دوست نداشته باشیم، ولی نمیشین آدم رو این کار کرد. این میزبان هنرمندانی که از میهن ما میان بیرون، سیاوش اوستای عزیزمون، من بارها و بارها به خودم شاهد بودم که همه اونهایی که خودم دلم براشون تنگ شده بوده و نمیتونستم ببینمشون، نمیتونستم دسترسی بهشون داشته باشم، با در ارتباط قرار گرفتن با سیاوش اوستا هر وقت اونجا آمدن، با دوستان گذشتم، اونایی که دوستشون دارم، مجال پیش اومده از گاهی گفتگو کردم. از اون جمله امروز خیر مقدم میگم به اکبر گلپایگانی عزیزمون. اکبر گلپایگانی صاحب سبکی و در مداری و در جایگاهی که مدار و جایگاه اکبر گلپایگانی، سبکش، صداش، ترانه های زیبایی که خونده، ترانه های موندگاری که خونده، یک نوع موسیقی به شکل دلپذیری که تو حافظه تاریخی مردم برای خود جای خودش داره. اینها بخشی از مردم هست. اگرچه همیشه بارها وقتی اسم بچه محلای عزیزم رو آوردم، همیشه اکبر گلپایگانی و عباس گلپایگانی عزیزم هم جز اون لیست بودن که از اون جمله جمال وفایی عزیزم و برادراش. خلاصه باز اسم این بچه های شما شعبازه بخوام بیارم، من فکر میکنم که بخش عظیمی از برنامه هم تخصیص به این اهم پیدا میکنه. این بهترین ها، این تکرار ناپذیران و تکدانه های موسیقی مردم میهن ما در نیم قرن گذشته سرمایه های ملی مردم هست. باید از همه اینا یکسان در جای خودشون، هر کدوم در جای خودشون تأثیر خودشون رو دارن و حضورشون و جایگاهشون در احساسات مردم تکلیفش روشنه و با برخورد با مردم معلوم چی در